دوستان گرانقدر به بخش سوم درس روز 35 برنامه کویک بوکس خوش آمدید. در درس‌های گذشته ما شما روی ریسیف پیمنت، اگر به شکلی فول پیمنت باشه یا پارشلی پیمنت باشه صحبت کردیم. امروز باز ما شما روی ریسیف پیمنت صحبت میکنیم، البته امرایش یک موضوع جدید که به نام دیسکاونت تو کاستومر یاد میشود هم صحبت میکنیم. یعنی اگر ما شما با یک مشتری تعهد کرده باشیم که بیادر وقتی که شما از پیش ما چیزی را خریداری میکنین، باید در جریان یک ماه یا 30 روز پرداخت کنین. خب اگر در جریان یک روزی پول پرداخت کردین، ما 5% دیسکاونت در نظر میگیریم. اینمی را به نام پیمنت ترمز یا دیسکاونت تو کاستومر یاد میکنند. پس به طور مثال شما ببینین، اینمی مشتری که به نام اجمل همدرد است، اینجا در پیمنت ترمز ما برش گفتیم که پولی که نفر برای ما پرداخت میکنه باید در جریان یک ماه باشه. اگر از او تیر شوه باز میشه که ما سر از او یک اضافه چارجز اپلای کنیم. خب باید از یک ماه زیاد نشوه. خب ما چی میکنیم؟ این پیمنت ترمز از این تغییر میتونم میام سر از این مشتری دبل کلیک میکنم، بعد از او میام در تبی پیمنت سیتنگز و بعد از او در قسمت پیمنت ترمز ما بجای از اینمی پیمنت ترمز انتخاب میکنم. به این معنی که پول را باید برای ما نفر در 30 روز پرداخت کنه این یک ماه، و اگر در یک روز پرداخت 5% دیسکاونت ما بر ازی مد نظر میگیریم. خب حالا اگر این دیسکاونت که این نفر این مشتری ما شما الیجیبل است، بالای ما شما که ما بر ازو الاود میکنیم، یعنی این دیسکاونت از طرف ما بر ازو دیسکاونت الاود است و به مشتری که است دیسکاونت ریسیو است، چه قسم ما شما این را برنامه کویک بوکس پروسس میکنیم؟ خب به طور مثال ما بر ازی یک انوایس جور میکنم، آمدم در نیو ترانزکشن در این قسمت انوایس انتخاب کردم. برای این مشتری ما که به نام اجمل همدرد است یک سرویس ما پروواید کردیم و او سرویس کویک بوکس آنلاین ترنینگ بود. ده نفر برای ما معرفی کرده بود، ما برش ترنینگ پروواید کردیم. تقریبا 3000 افغانی میشه از ده نفر، یک نفر 3000. اونو پیمنت ترمز که است اینجا برای ما نشان میده. و دینی قسمت که است انوایس دیت است، که تاریخی که ما برای او انوایس جور میکنیم، یعنی سرویس پروواید کردیم و انوایس چی میکنیم؟ جور میکنیم. بعد از او برش یک کاستومر میسج هم انتخاب میکنم، Thank you for your business، ایر انتخاب کردم. بعد از او سیو این کلوز گفتم. سپلنگ چک هم ما چی میکنم؟ مکمل ایر اگنور میکنم. وقتی که ایر اگنور کردیم، شما ببینین بعد از جور کردن انوایس دا بیلنس اینمی مشتری ما به نام اجمل همدرد 30000 افغانی اضافه شده، و 30000 افغانی بالای زو اکاونت پیبل است، مثل که ما قبلا هم گفته بودیم، و برای ما شما اکاونت ریسیویبل است. این حال اگر ما شما در قسمت ریسیف پیمنت میایم، این نفر مشتری برای ما گفت که بیادر ما انوایس که دادم برش گفت بیادر این پول تانم بگیریم. ما بر ازی تعهد کرده بودیم که شما میتونین تا 30 روز پول پرداخت کنین، در جریان یک ماه شما میتونین پول پرداخت کنین. مگم این نفر امروزی که انوایس برش دادم پول برای ما پرداخت کرد. این حال این نفر 5% دیسکاونت مستحق است. نمیشه که ما مکمل 30000 افغانی رزی بگیریم، باید 5% دیسکاونت شما محاسبه کنیم، کویک بوک محاسبه کنه، او کارت شوه و پول متبقی باید ما شما ریسیو کنیم. خب وقتی که ما شما در ریسیو پیمنت میایم، نام مشتری رو انتخاب کنیم، اما ان پید دو اینوایس برای ما در اینجا نشان میده، میگه بالای شما 30000 افغانی قرض داریم. وقتی که کلیک کردین پولش مستقیم در اینجا میه. تاریخی که پیمنت میکنه میگم تاریخ امروز است. انوایس در اینجا در رفرنس که است ما انوایس نمبر رو نوشته میکنم. انوایس نمبر چند است؟ 12 است. این پایین قسمت پایین نشان میده. اوریجنال اماونت چقدر است؟ 30000 افغانی است. و فعلا بر ازو کدام دیسکاونت این اویلیبل کریدیتس نداریم که سر از او اپلای شد. خب چون ما با او تعهد کرده بودیم که اگر در یک روز پول پرداخت کردی 5% دیسکاونت برات میدیم، ما چیکار میکنم؟ میام در این قسمت بالا که شما متوجه باشین یک کماند است به نام دیسکاونت اند کریدیتس، روی از ما کلیک میکنم. وقتی که روی از کلیک کردی، د هیستوری از برای ما مکمل نشان میده که بیادر شما با این مشتری تن که به نام اجمل همدرد است این اینوایس که پرداخت میکنین پرداخت میکنه بر اینی تاریخی پیمنت دیت شستن. اوریجنال اماونت ازمی انوایس که از 30000 افغانی است. مگم شما با او تعهد کرده بودین که بیادر
اگر در یک روز پول پرداخت کردین 5% دسکاونت براتون میدیم. با اساس اینمی دسکاونت 5% که است 1500 افغانی یا مستحق تخفیف میشه. پس وقتی که شما از 30000 افغانی 1500 افغانی را بکشین 28500 افغانی بیلنس دوست افسرز، یعنی از این نفر شما حق دارین که 28500 افغانی را بگیرین به جای 30000 افغانی به خاطر 5% دسکاونتی که شما به او تعهد کرده بودین. اماونتش خودش اتوماتیکلی اینجا کالکولیت میکنه اماونت آف دسکاونت چقدر است؟ 1500 افغانی است. کریدیتس چیزی نداره. از سابق ما از این قرضدار نبودیم، یعنی این مشتری سر ما پول نداره اگر ما ادوانس پیمنت از این اگر ریسیو کرده باشیم. فقط دسکاونت ای مستحق است و چقدر میشه 1500 افغانی. خب دینیجا در دسکاونت اکاونت که شما باید یک اکاونت انتخاب کنین و در اینجا چون امرای ما شما برای دسکاونت الاوت که ما شما به مشتری دسکاونت میتیم کدام اکاونت نیست، ما چی میکنم در ارت نیو میرم، در اینی قسمت یک اکاونت جور میکنم به نامی دسکاونت الاوت و ای دسکاونت الاوت با کی میشه؟ به مشتری میشه. از طرف ما دسکاونت الاوت برای زود دسکاونت رسیو است و ای دقیقت انکام ما شما از دسکاونت الاوت. بعد از اون چی میکنم؟ سیو این کلوز میگم. سیو این کلوز که کلیک کردین بعد از اون دن انتخاب میکنم. وقتی که دن انتخاب کردین اونمو دسکاونت دیجا آل چی میکنم؟ محاسبه میکنم. برای ما میگه اینمی انوایس نمبر که 12 است که بالای ازی پیبل بود اوریجنال اماونت ازو 30000 افغانی است و اماونت دو هم 30000 افغانی. دسکاونتی که برای شما آمدی نظر گرفتین یه به اساس اینو تعهد که از 1500 افغانی است و اماونت رو پی چقدر ای پیمنت میکنه و پیش باید اینجا به ما مشخص کنه. اگر مکمل پیمنت میکنه باید مکمل نوشته شو، اگر کم پیمنت میکنه کم شما نوشته کده میتونه. در اینجا برای ما میگه اماونت دو اینقدر است، اپلاید اینقدر است، دسکاونت این کریدیتس که است اینقدر است. بعد از وقتی که ما شما سیو این کلوز کلیک کنیم شما ببینین اونمو بیلنسی که ما در هیستری نمی مشتری داشتیم او کلیر شده. در هیستری ترانزکشن ها شما بیاین ما اینوایس جور کرده بودیم برای ازی 30000 افغانی، مگر می پیمنت که برای ما کرده چقدر؟ 28500 افغانی. چرا؟ به خاطر ازی که او دیگهش که هسته 1500 افغانی که بود او دیسکاونت الاوت بود که ما شما به اساس اونمو پیمنت ترمز یا تعهدی که در اینجا ذکر است با این نفر کرده بودیم او برای ازی چی شده؟ دیسکاونت الاوت یا تخفیف شد که کامپیوتر یا کویک بوک مدی نظر گرفته بود. پس این بود دوستا چه قسم شما میتونین که دسکاونتی که یک مشتری بالای ما شما حق داره در برنامه کویک بوکس را پروسس کنیم.